اگه شما مثل من در آستانه سی سالگی قرار دارید روتین پوستیتون رو باید یه سری تغییرات توش ایجاد بکنید دیگه باید به پوستتون بیشتر رسیدگی بکنید چون روند پیری متاسفانه داره ایجاد میشه سلام خیلی خوش اومدید به فیتوپیا من معت هستم رزیدنت بیماری های پوستمو و توی این ویدیو میخوام در مورد روتین پوستی سی سالگی صحبت بکنم چه کارایی رو باید برای پوستتون انجام بدید چه تغییراتی توی روند ترمیم و کلاژن پوست اتفاق میفته و چه محصولاتی رو بهتر که استفاده بکنیم خیلی از ماها توی دوران نوجوانی و جوانی خیلی به پوستمون اهمیت نمیدیم مخصوصا ضد آفتاب خیلی استفاده نمی کنیم ممکنه حتی آفتاب بگیریم سولار بریم و همه این کارهایی که نوايت رو انجام میدیم و حالا که میرسیم به سن سی و بعدش روند پیری شروع میشه چون کلاژن سازی بدن خیلی کندتر میشه ترمیم زخم ها به کندی صورت میگیره و حتی متابولیسم بدن هم کند میشه پس خیلی مهمه که از اینجا به بعد حواستون بیشتر به سلامتیتون و از جمله پوستتون باشه. تو این ویدیو خیلی خلاصه میخوام بهتون توضیح بدم چه اتفاقاتی برای پوست شما بعد از سی سالگی میفته. خیلی وقتا مشکلاتی مثل لکه های پوستی، چین و شروک های ریز، خطوط ریزی که توی پیشونی و اطراف چشم هست ایجاد میشه و حتی تکسچر و بافت پوستتون احساس میکنید یه سری تغییرات داشته و اتفاقا همین امروز یکی از مراجعه ها به گفتش که من همیشه پوستم خیلی صاف بود خیلی شفاف بود حتی دوستام همیشه پوست منو مثال میزدن اونم ما دوستان پوستمون مثل تو بشه ولی خیلی توی یکی دو سال اخیر پوستم کدر شده احساس اون تراوت رو نداره و این به خاطر این بود که هیچ روتین پوستی هم نداشت پس شما هم اگه روتین پوستی خیلی خوبی ندارید یا تا الان رایست نمی کردید بهتر که از الان به بعد از همین امروز به پوستتون بیشتر اهمیت بدید سن سی سالگی؟ آکنه ها و جوش ها بهتر میشه و دیگه شما مثل دوران بلوغتون جوش نمیزنید اما ممکنه جوش های هورمونی که مخصوصا در اطراف چانه هست ایجاد بشه براتون که باید حتما پیگیری بکنید و اون مسئله هورمون رو برطرف بکنید ممکنه روزاسته ایجاد بشه که در واقع روی گونه ها یه قرمزی و تلاژیتازی اتفاق میفته که درمان خاص خودش رو احتیاج داره و گفتم چین و چروک که ریزی ممکنه ایجاد بشه ککومک ممکنه ایجاد شده باشه یا حتی میتونه لکه های پوستی که ناشی از تغییراتی هستش که مثلا قدیم جوش میزدید الان لکه هاش باقی مونده یا اسکار جای جوشتون باقی مونده باشه پس باید به فکر همه اینا باشید اولین و مهمترین نکته که باید رعایت بکنید و فرقی نداره چند سالتون باشه سان پروتکشن هست یعنی حفاظت از نور حفاظت از آفتاب حالا این آفتاب میتونه توی تابستون باشه میتونه توی پاییز باشه توی زمستون باشه پس شما همیشه باید ضد آفتابتون رو داشته باشید و حتی من همیشه بهتون توضیح دادم که نور مرئی که میبینیم هر زمان که شما چراغ روشن هست این امواج داره به صورتتون تابیده میشه و پوست شما رو تحت تاثیر قرار میده و اتفاقا هم که توی گوشی و لپتاپ و همه اینها هست میتونه تخریب بیشتری رو ایجاد بکنه توی سلولهای پوستی شما پس لازمش اینه که حتما یک ضد آفتاب خیلی خوبی رو استفاده بکنید توی ساعت های اوج تابش بیرون نرید یا توی سایه حرکت بکنید کلاه عینک آفتابی و حتی دستکش برای جلوگیری از پیری دستها استفاده بکنید بعد از تمام شدن این مرحله که میشه سان پروتکشن و یک ضد آفتاب خیلی خوب باید داشته باشید ضد آفتاب اسپیفش بالای سی باشه کاهی هستش بهتر تعویم بشه هر دو ساعت و با توجه به نوع پوستتون میتونید ضد آفتاب های فاقد چربی یا برای پوست خشک رو استفاده بکنید که من توی ویدیوهای خیلی زیاد محصولات خیلی خوب ایرانی رو هم بهتون معرفی کردم که, که ویدیوشو براتون میذارم اینجا میتونید از نام استفاده بکنید مرحله دوم یه شوینده خیلی مناسب میخواید این شوینده بخاطر اینکه وقتی یکم یک سن آدم بیشتر میشه مثلا من خودم الان اینجور شده وقتی که کرممون پاک یا با آرایش یا حتی همون ضد آفتاب سبکی که زدم میخوابم صبحش که بیدار میشم پوستم خیلی چرب شده و حتی ممکنه تک و توک جوش بزنم پس خیلی خوبه که قبل از اینکه شما برید بخوابید و قبل از اینکه شب بشه صورتتون رو با یک شوینده خیلی ملایم نیاز نیست لای برداری قوید انجام بده فقط بشورید و پاک بکنید یعنی این آلودگی که روی سطح پوستتون میمونه حتی عرق خودتون که مثلا در طی روز داشتید با یک شوینده خیلی خوب میتونه برداشته بشه از سطح بوستتون نکته سوم که میخوام بهتون بگم و یک معجزه در درمان پیری هستش پیری پوست رتینوله که رتینول مشقات ویتامین آ هستن که هم به صورت خوراکی موجودن هم به صورت کرم ها که سرم های شب معمولا دارای رتینول هستن و میگن اگه شما دوازده هفته مداوم از رتینول استفاده بکنید واقعا خودتون و اطرافیانتون شما رو ممکنه نشناسن یعنی اینقدر تاثیر داره روی چین و چروک ریز صورت میتونه خیلی بهتر بکنه کیفیت و شفافیت پوست رو میتونه بهتر بکنه و در کل یه جوری میشه که انگار میگن صورت شادابتر شده یا یه سری تفاوتهایی کردی ولی نمیتونیم بگیم چی شده پس رتینول رو حتما جدی بگیرید برای سرم رتینول بازار ایران لافارر هست تلایر هست، سکینبان هست، و توی خارجان که مثلا اردینری هستش که میتونید یک سرم رتینول تهیه بکنید و شبها هنگام خواب به کل صورتتون بزنید چهارمیش اینه که اگه هر مشکلی پوستتون داره درمان مخصوص اون رو انجام بدید اگه جوش میزنید حتما به تون مراجعه کنید دلیل جوش اگه هورمونی نیست براتون دارو تجویز میشه اگه هورمونی هست داروهای مخصوص مشکلات هورمون رو بهتون میدن و اگر که روزاسه دارید ممکنه آزلیک اسید کمکتون بکنه لیزر های پی دی ال کمکتون بکنه. بکنه. اگر که کمک دارید لیزر ها کیو سویچ میتونه برطرفش بکنه خیلی کرم بوش تاثیر نداره و در کل اگه میخواید کیفیت پوستتون بهتر بشه میتونید از کرم های مثل ترنکسامیک اسید AHA که لایه برداری خفیفی رو انجام میده و یا حتی از کرم هایی که دارای نامید اسید هم هستن استفاده بکنید پنجمین نکته که میخوام بهتون بگم اینه که کرم دور چشم استفاده بکنید خیلی وقتا کرم دور چشم انتظار خیلی معجزه نمیشه ازش داشت ولی میتونه اون احساس خستگی پف و یه مقدار تیرگی رو بهتر بکنه و کرم دور چشمی که میتونید استفاده بکنید حاوی کافئین هم مگه باشه میتونه عروق دور چشم رو منقبض بکنه و باعث بشه این تیرگی کمتر خودش رو نمایان بکنه البته که هفت ساعت خواب در شبانه روز بهتر داشته باشید خواب با کیفیت استرس کم خوابی نداشته باشید همه اینا روی تیرگی دور چشم و چروک های دور چشم میتونه تاثیر داشته باشه پس یه کرم دور چشم هم میتونید استفاده بکنید که های دور چشم زیادی هم توی بازار هست من سرم مورد علاقه هم که سرم کافئین داره وقتی که میزنید انگار که یکم خستگی برطرف میشه چیز بعدی که میخواستم بهتون بگم اینه که میتونید از قرص ها مکمل های هم استفاده بکنید برای بهبود کیفیت پوستتون از قرص های مثل اکتیو ایج میتونید استفاده بکنید که اینا حاوی آنتی اکسیدان هستن و باعث میشن که ترمیم پوستتون بهتر باشه شادابتر باشه یا حتی از قرصهایی مثل گلوتاتیون یا در نهایت قرصهای آنتی اکسیدان دیگه مثل گلوتاتیون ویتامین C میتونید استفاده بکنید که اینا در کل به بهود کیفیت پوستتون کمک میکنند یا مثلا درموبلا پیگمنتا همه اینا داروهایی هستند که میتونن پوست شما رو به شدت کلی هم پوست بدن هم پوست صورتتون رو تحت تاثیر قرار و بهترش بکنن خب حالا این روتین پوستی شد که شما باید رعایت بکنید در کنار این من توصیه چی هستش اگه چین و چروکی روی صورتتون ایجاد شد که اذیتتون میکنه میتونید بوتاکس بکنید میتونید فیلر تجربه بکنید اگه زیر چشمتون مثلا تیرگی داره یا اذیتتون میکنه از مزوجن های جوانساز میتونید استفاده بکنید پیشنهاد من اینه که میتونید دیگه از سن سی سالگی به بعد یک پروتکل درمانی برای خودتون دنبال بکنید مثلا سال یک بار لیزر هایی رو روی صورتتون انجام بدید لیزرها ها تحریک کلاژن سازی میکنن و رو پیری رو به تاخیر میندازن حتی اون چین و چروک رو هم بهتر میکنه. مخصوصا اگه نمیخواید بوتاکس بکنید نکته بعدی که میتونید رایت بکنید اینه که از فیلرهای جوانساز و کلاجن ساز مثل مثلا پروفایلو ژالو پرو سافت تاچ اینا استفاده بکنید اینا تزریق میشه توی صورت و حجمی به صورت شما نمیده ولی آبرسانی میکنه و کلاژن سازی رو تحریک میکنه کار دیگه که میتونید انجام بدید کارهایی مثل پی آر پی مثل هست که توی پی آر پی خون خودتون رو میگیرن فاکتورهای رشد رو جدا میکنن و به صورت شما تزریق میکنه و کلا بهبود کیفیت پوست رو داری اگر که دقت کنی توی سنهای جوان صورت ها معمولا مسلسی هستش که قاعده این مسلس رو به بالا هست و خب چانه در پایین قرار گرفته که رس مسلسه هر شما دراند پیری اتفاق میفته و سن بالا تعمیره به خاطر جاذبه این افت ایجاد میشه و در واقع مثلث رو پایین میشه و شما برای جلوگیری از این فریده میتونید از پی آر پی استفاده بکنید یا از لیزر لیزرها جوانسازی که گفتم میتونید توی برنامهتون قرار بدید مرسی که با من بودید اگه ویدیوهای بیشتری میخواید در مورد زمینه داشته باشید حتما توی کامنت ها بهم هم بگید من پلی لیست پوست رو هم براتون میذارم و اگه امکان ویزیت خصوصی رو خواستید میتونید از طریق لینک که براتون گذاشتم با من ویزیت آنلاین داشته باشید مرسی که ویدیو ها رو دیدید اگر که دوست داشتید لایک یادتون نره سابسکرایب یادتون نره چون هر هفته دو تا ویدیو جدید داریم و اگه سوالی داشتید حتما توی کامنت ها بگید چون من همه سوالا رو جواب میدم